با نام و یاد خداوند مهربان و آرزوی اینکه تابستان خیلی خوبی رو سپری کرده باشید، میریم سراغ درس دهم با عنوان هنرمند. این درس از کتاب فارسی دوم دبستان، کتاب بخوانیمش. هنرمند. هنرمند کسی که کارهای هنری میکنه. حالا در این درس با هنرمند و هنرمندان و هنر آشنا میشید. دیشب من سرگرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد. یک هنرمند خوب. من با خوشحالی گفتم پس من برای اینکه هنرمند باشم سعی میکنم، یعنی تلاش میکنم، کوشش میکنم، سعی میکنم نقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم. خب اینجا هم عکسی از یک نقاش رو کشید. پدرم گفت دخترم هر کاری که با دقت و فکر انجام گیرد هنر است. مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گل چیزهای زیبا بسازی هنرمند هستی. خب این هم تصویری از یک سفالگر، بعد از گل استفاده میکنه و ظروف و کوزه های سفالی رو میسازه. قالی بافی هم هنر است، عکاسی هم هنر است. پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی. خب در اینجا تصویری از یک خانمی رو که داره قالی بافی میکنه رو برای شما کشیده، بعد این هم تصویری از یک عکاس و دوربینی که در دست داره. فرزندم هنرمند باید خوب فکر کند، با دقت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفق شود. حالا اینا نمونه هایی بود که این کتاب به عنوان هنرمند برای شما مطرح کرده. شما موارد دیگری از کارهای هنری رو حتما در منطقه خودتون، خانوادتون و کشورتون دارید. درست و نادرست. سوالات بر این اساس است که ببینیم در متن این مطالب گفته شده یا نه. سفالگر با گل چیزهای زیبا می سازد. درست. عکاس با دوربین عکس می گیرد. اینم درست. پدرم گفت فقط نقاش ها هنرمندن. نه، چنین چیزی گفته نشد. نادرست. به چه کسی هنرمند میگویند؟ به کسی که کارش را با دقت و فکر انجام دهد هنرمند میگویند. دانش آموز ما جواب رو درست نوشت. کدام هنرها با تصویر سر و کار دارند؟ پاسخ را آمده اینجا نوشته عکاسی، فیلمبرداری و نقاشی. البته اینا بر اساس متن درس پاسخ داده شد. کدام یک از هنرها را بیشتر دوست داری؟ چرا؟ دانش آموز عزیز ما این رو نوشته. نوشته که عکاسی رو چون دوست دارم از جاهای مختلف یادگاری داشته باشم. حالا شما هر هنر دیگه رو میتونید ذکر بکنید. قسمت چهار که خالی هست شما از خودتون سوال درست میکنید و پاسخ میدید. البته بر اساس متن. خب اینجا ما نقاشی رو میبینیم. میگه چه کلماتی میتونه به نقاش و نقاشی ارتباط داشته باشه. خودش مثال زده نقاش، قلمو، ابزاری که استفاده میکنه برای نقاشی کردن، رنگ. خب حالا مورد دیگه هم شما میتونید اضافه کنید که دانش آموز ما نقاشی رو ذکر کرده. اینجا ما یه عکاس میبینیم جلوی دوربین. خب نسبت به عکاسی چه کلمات مرتبطی وجود داره؟ دوربین، عکاس، فیلم و عکاسی رو هم دوست ما دانش آموز ما اینجا نوشته.
ما اینجا شخصی رو میبینیم که داره سفالگری میکنه. میگه مرتبط با سفالگری چه کلماتی، چه چیزهایی وجود داره؟ گل، از گل خاصی استفاده میکنم برای سفالگری. بعد سفالگر، کسی که این کار رو داره انجام میده. این چرخ سفالگری که میچرخونه. و سفالگری، کاری که انجام میده اسمش از سفالگری. خب اینجا ما شخص موسیقیدانی رو میبینیم. میگه نسبت به موسیقی و موسیقیدان چه کلماتی میشه گفت، چه کلماتی وجود داره؟ آهنگ، موسیقیدان، سرود. و دانش آموز ما ساز نوشته، اون ابزارالاتی که یک موسیقیدان یا کسی که کار با موسیقی داره ازش استفاده میکنه بهش ساز میگن. خب اینجا یه صحنه فیلم برداری هست. خب در مورد این میگه که شما چه چیزایی میتونید بگید؟ سینما، بازیگر، تئاتر. به دیکتشون هم دقت کنید. و کارگردان، دانش آموز ما کارگردان رو نوشته، کسی که در واقع این صحنه های فیلم رو تنظیم میکنه و راهنمایی میکنه هنرپیشه ها رو. اینجا کسی رو میبینیم که داره قالی بافی میکنه. خب چه چیزایی نوشته؟ فرش باف، نخ، نقشه، نقشه‌ای که از روش استفاده میشه فرش بافته میشه. و دانش آموز عزیز ما کلمه دیگه‌ای که روش اضافه کرده قالی بافیه. در واقع هدف این قسمت اینه که شما رو با کلمات مختلفی که میتونه با هر حرفه یا هر هنر ارتباط داشته باشه آشنا کنه. بیایم اینور. بیاموز و بگو. من هنرمندم. در مورد الان داره صحبت میکنه. خب زمان آیندهش میشه من هنرمند خواهم شد. پس آینده رو با خواه میتونید درست بکنید. ببینید اون نقاشی خواهد کشید، یعنی هنوز نکشیده، در آینده این کار رو خواهد کرد. از پدرم پرسیدم. خب در مورد آیندهش میشه از پدرم خواهم پرسید. علی عکاس است. علی عکاس خواهد شد، یعنی هنوز نشده، قراره بشه. پس این زمان آینده هستش. حالا تو بگو، میخواد شما بسازید. من می آیم. خب برای آینده میشه من خواهم آمد. او رفت. او خواهد رفت. این آیندهشه. پروانه نشست. پروانه خواهد نشست. او از پدرش میپرسد. او از پدرش خواهد پرسید. البته هر کدوم از اینها که تبدیل به آینده میشه نسبت به شخصش فعلش عوض میشه، باید دقت بشه. یعنی میبینید که نسبت به من خواهم اومده، نسبت به او خواهد اومده. به این نکات باید توجه بفرمایید. پیدا کن و بگو کلمه هایی که با گر ساخته شده. توی درس سفالگر بود، ولی اگه از داخل تمرین هم بخواید چیز رو انتخاب بکنید، مثلا بازیگر رو میتونید انتخاب بکنید. کلمه هایی که در اونها ه به کار رفته داخل درس، مثل نگاه و هنرمند. بازی و نمایش، یکی از هنرهایی رو که در درس آمده است به دلخواه انتخاب کن و به صورت نمایش اجرا کن. شما یکی از این هنرهایی که توی درس هست میتونید انتخاب کنید و به صورت نمایش در بیارید. خب برای اینکه این ویدیو طولانی نشه، قسمت بعدیش رو در ویدیوی دیگه ضبط میکنم. فعلا شما رو به خدا میسپارم.